چشمه شفا قسمت سیوم. آنچی گذشت. علابوبانی همراه خلیفه قدرت جهت خریدن گاو به نخواست می رود، ولی از قضای بد پول علابوبانی را کیسه پر می زند. خلیفه قدرت که پیشه پدریش سلمانی است، نسبت نبود کلینیک و دکتر مسلکی دست به کشیدن دندان سمیرا دختر خدای داد می زند. ای بچه چرا قدیر کرد؟ خدا خیرش پیش کنه. اونا مثل که آمد. او بچه علابوبانی، خوش آمدی. چی کردی؟ کدام دانه گوی شیری در چنگت آمد یا نه؟ بابا گفتی اگم تا غرق شدم. او بچه علابوبانی، چرا گریان میکنی؟ چی شده؟ بابا گفتی اگم تا کاش که پیسر از پیشت نمیگرفتم. چرا؟ چی شده؟ بخیالم که پیسر خاک و دود کردی. بابا گفتی اگم تا این جیب ما بیبی که صبر پیسر غایب غروب کرد، قیرانشون برم نمان. او بچه ساده و دیوانه که صبر پیسی دزد، تو برش لق لق سعی میکدی؟ بابا گفتی اگان تا من در فکر سگش کاری خود بودم، باز قدرتم بلا زد که فکر خودم میگرفت. او بچه چی ما خوشیار خود شدی؟ خلیفه قدرت خوکت ما دشمنی داره. بابا گفتی اگان تا من میرم پولیس خبر کنم، حتما دزدگیر میکنن. او بچه نرو، باز کدام بلای سرت نبیایه. بابا گفت اگون تا اولوسوالی نمیرم، ماموری پولیس در مکتب آمده. سلام علیکم ماموری پولیس. و علیکم السلام. الله ببونی خیرت از چرا نفس سوخته؟ ماموری پولیس پیسیم گم شده، 40,000 افغانی بود. و بچه الله ببونی در کجا گمش کدی؟ ماموری پولیس کدام که صبری ناجوان اید تو خب چه پس پیشم گرفته که هیچ نفهمیدم. الا ببانی در کجا جیبت ازد؟ ماموری پولیس نقاش رفته بودم که کدام دانه گوی شیری و بوبویم بخریم، گفته اگان تا اون موجه ای بلا سرم آمد. الا ببانی پولیس ها مادر جاگزمه و پیرم میکنه، انشالله با زودترین فرصت که صبرها را گیر کده و پنجه قانون تسلیمشان میکنه. ماموری پولیس گفته اگان تا از خدا میشه، از شما میشه، خب میبینی که یک بچه عاجز و مسکین هستم. الا ببانی ای خوب وظیفه ماست، تو بغم باش. ماموری پولیس خیلی فکرت باشه، گفته اگان تا امو ببایم، خب دیگه بامانی خدا. برو پناهت با خدا. گلدسته بچیم تو ببین که دروازه را کی میزنه. آمدم. دیگه گل صبح کی خواد بود. گلدسته چطور هستی؟ دکتر صاحب در خانه است؟ خوب هستم کاکا خدای داد. آقایم خانه است. چرا سمیرا رو چی کده؟ سمیرا رو خو میبینی که رویش پندیده. کاکا خدای داد شما تا اتاق کمک های اولیه بشینی، ما آقایم صدا میکنم. سلام علیکم خدای داد. و علیکم سلام دکتر صاحب. خوب است که تا حال شهر نرفتی. خدای داد رفته بودم، خود دیروز پس آمدم. خیریت بود؟ دخترم دندان درد بود، خلیفه قدرت دندانش کشید، حال رویش پندیده و درد میکنه. گلدسته دروازه را که میزد. بیبی جان کاکا خدای داد است، دندان سمیرا درد میکنه، پیش آقای ما برده که دوا بتیشه. آل ناجورای قریه دیوانه ما میکنه، تمام روز تک 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 تک. کاکا خدای داد سمیرا رو چند دفعه گفتم که دندان تباد از نان خوردن برس کو، چیزای سخت مثل چارمغز بادام کت دندان این میده نکو، مگم هیچ گپ ما قبول نمیکرد. گلدسته بچه سمیرا داینده متوجه زی گپا خواد شد. آقا اون دندانش مگروبی شده، انتیبیوتیک بتیشه کت دوای درد. دکتر صاحب دخترکت نام خدا بسیار هوشیار است، سر از حال اون دکتری میکنه. خدای داد این دخترک خواب یگاه هم دفعه گپای میزنه که ما برش ایران میمالم. ببین خدای داد دوا برش نوشته کدم، دیگه از زمین تداوی خودسرانه خالفاتو و خلیفه قدرت دست ورداری. این دو نفره خدا انصاف بده، دنافامی خود که تصحت مردم بازی میکنه. خیر ببینی دکتر صاحب دستت درد نکنه، بامان خدا. راستی او یخ از تندی و ترشی پیاز خام تا که جور میشه نخوره، برو دیگه پناهید به خدا. سعیز دکتر صاحب بامان خدا.
خلیفه جان گفتی اگان تا بشی ببایم روی ندارم. حالا ببانی زیاد جگرخونی نکو، صدقه سره سر زنده باشه کلاه بیسیار است. خلیفه قدرت گفتی اگان تا از این سری کدوی ما و الگه چیزی جور شوه ببایم هر دقیقه تنه پیسره برام میته. حالا ببانی یک راه و چاره برات یاد میتم، مگم به شرطی که مرم ده فایده شریک بسازی. گفتی اگان تا بگو خلیفه جان فایدهش نصف است. حالا ببانی با کسی نگویی بود تکده باخچه تا کگنار بکار، از خاک میخیزی از خاک. چی؟ گفته اگان تا خلیفه جان ما در زندگی میکارا نکدیم و نه چالش ها یاد دارم. حالا ببانی ما برات کل چال و نرش یاد میتام، دگه چی میگی؟ خلیفه جان گفته اگان تا ایتو نشکی در نیمی را الهی ما بطی. حالا ببانی قدرت رفیق نیمران است، باز خواهد دیدی. خلیفه جان صحیح است، گفتی اگان تا دیده شوه. خب چی وقت بخیر شروع کنیم؟ سبا بخیر من پشت تخم کوکنار میرم، من جایش دیدم. خلیفه جان گفتی اگان تا خراب نشی، من دیگه برم که سری بوبویم هر دقیقه زف میه، یه خوشخبری برش بتم با مان خدا. برو الله یاره. سلام علیکم ملا صاحب. و علیکم سلام سیف الدین خان، چطور هستی؟ خوب شد که دامات تا خدا خوب کرد. ملا صاحب زنده باشی، چی بگویم جوان هستن، خونشان گرم از دگپ نیستن، پالوان خدا هدایت کنه، هیچ معلوم نمیشه که بچه مالک باشه. خو سیف الدین خان دیگه چی حال داری؟ کارک دکان چطور است؟ دستت میچله یا نه؟ ملا صاحب شکر است یک لغمنان علال پیدا میشه. سیف الدین خان نان دکاندار وقتی حلال است که به انصاف باشه و مال خراب و تاریخ تیر شده را در جان مردم نزنه. ملا صاحب من خو کوشش خودم میکنم که کت مردم به انصاف بچلم، قیمتیست ملا صاحب روز به روز نرخا هوا کده میره، مردم غریب بیچاره ما خو خود پشتشان رسانده نمیتونه. سیف الدین خان خدا وسیله مردم از دربار خود بکنه که خودش روزی رسان است. ملا صاحب از علا بوبانی خبر شدی که خوب رای پیسه را بلد شده؟ نی سیف الدین خان، علا بوبانی باید چی گله باو داده؟ ملا صاحب اون در باغچه خود کوکنار کش کده. چی میگی سیف الدین خان کوکنار؟ ای بوته حرام چی تو کاشته؟ سیف الدین کت از ای بوته حرام خو خیر و برکت از این منطقه گم میشه. ملا صاحب آل علا بوبانی را کی بفهمانه؟ پیسه شام کی سبر زده؟ سیف الدین خان ای وظیفه ماست، علا بوبانی را باید بفهمانیم. ملا صاحب به نماز کامد مگم خودت برش بگویی بگب ما نخواد کرد. سیف الدین خان مگردن خود سرش خلاص میکنم. ملا صاحب ما به اجازت میرم دکان، با امان خدا. برو پناهید به خدا. خاله فاتو دستوزی تاوردی یا نه؟ فاضله جان اینا کلش آوردیم. خاله فاتو دستوزی بسیار خوب داری، ایرت من خوش میکنه. فاضله جان پیسه یک گاو شیری میشه یا نه؟ خاله فاتو ما با مشوره یک دیگه خود سرش قیمت میمانیم، ببینیم که چند خریدار داره. فاضله جان خیشوانه کت خود میبرمشه. چرا خاله فاتو این دزدوزی کل دخترات همیجه است. فاضله جان دختر لالو و مکه میگم کت مزد داره، پتی که در خانه نبره. خاله فاتو چرا ای تو فکر میکنی؟ مکه تو دختر نیست، باز در ایجا مال هیچ کس خیانت نمیشه، چرا که در ایجا پولیس و نگابانه هستن، یک سوزن هم به جای نمیشه. خود دلکت فاضله جان